سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من همونطور که در ویدئوی قبلی خدمتتون عرض کردم، در ادامه سفرم به هنگ‌کنگ در روز اول سوار قایق شدم که یه دور کشور هنگ‌کنگ بزنم. هوا بارونی میشه، قطع میشه، خیلی هوای سنگینی، خیلی اقیانوس یا دریا طوفانیه، ولی الان ما اینجا داخل این کروز قسمت قدیمی هستیم، ولی داخلش خیلی شیکه و حسابی داریم لذت میبریم. من دوست دارم که فقط شما از این منظره لذت ببرید، بنابراین چیزی نمیگم و امیدوارم که لذت ببرید. شاید این ویدیو رو در ادامه خیلی تند بکنم که خسته نشید. به هر حال هنگ کنگ هم زیبایی خودشو داره، کشور عجیبیه، آدم ها و مردم خیلی خیلی خاصی داره، فرهنگشون خیلی خاصه و به نظرم کشوریه که درست من احساس میکنم قوم و ملیت ها و نژادهای مختلف توی این کشور زندگی میکنن. به نظرم شاید اونجوری نباشه که هر کسی بتونه توی این کشور زندگی بکنه. به نظرم لحاظ امکانات در شرایط خیلی خوبیه، حداقل پابلیک ترانسپورتش خیلی خیلی خوبه، مجهزه، ولی به نظر فرهنگش، کالچرش، نوع غذاش، نوع مردم، نوع تفریحاتش هم غربیه هم شرقیه، خیلی حالت خاصی داره. بنابراین شاید آدم های خاص هم بتونن از زندگی کردن توی این کشور لذت ببرن. نکته جالب اینه که من رستوران ایرانی اینجا پیدا نکردم و توی ژاپن بود، توی کره بود، توی سنگاپور که خوب مسلمن، توی نیوزیلند من پیدا نکردم و هنگ‌کنگ هم ظاهراً رستوران ایرانی نیست. بارون دوباره شروع به باریدن کرده. خستتون نمی کنم، امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید، با ویدیوهای من همراه باشید. ممنون از نگاهتون. Thank you.
دریایی ما هم داره تقریبا تموم میشه. بارون برای 5-6 دقیقه قطع شد و دوباره شروع شد و چه شروع شدنی. تقریبا ما دیگه هیچ رو نمیتونیم ببینیم و من دو تا جای دیگه امروز دلم میخواد برم. دو تا مارکت قدیمیه دوست داشتم برم و دوست دارم برم همچنان، ولی بعد ببینم که شرایط آب و هوایی چقدر میتونه کمک بکنه به این قضیه. هوا خیلی بارونیه ولی این مانع نشد که ما از این سفر کوتاه دریایی که تقریبا یک ساعت بود لذت نبریم، هرچند که اگر هوا صافتر بود مسلما ما خیلی بهتر خوش میگذروندیم. در طول مسیر کلی توضیح دادن راجع به مقر اصلی دولت که همیشه دروازه ملی عموم باز هست، که این به لحاظ نمادی نشون میده که دولت هنگ‌کنگ سراسر در خدمت مردم و به روی مردم و برای مردم هست. از ساختمان اصلی و مرکزی بانک HSBC که میشه هنگ کنگ شانگهای بانکینگ سنترال صحبت کرد، که یکی از گرانترین برج‌های هنگ کنگ که تقریبا 5 میلیارد دلار در سال 1985 هزینه شد که ساخته بشه. از بندر ویکتوریا صحبت کرد که یکی از شلوغ‌ترین و تقریبا طبیعی ترین بندرهای دنیاست، که تقریبا 250 تا قایق مسافربری و باری و صنعتی کنارش پهلو میزنن و ازش عبور میکنن در روز. از روزه هوا و فضا صحبت شد، از ساختمان های مختلف صحبت شد، از برج بلندی که ما رفتیم و من اشتباه کردم، فکرم یه برج دیگه بلندتره که ظاهرن این برج بلندترین برج هنگ کنگه صحبت کردم. و خلاصه در طول مسیر جوری بود که همه منطقه ها و ساختمان هایی که باید دیدن کرد راجبشون صحبت کرد و یه تاریخ کوچیکولو هم راجبشون داد. این خودش خیلی کمک میکنه به جذب توریست و به علاقه مند کردن توریست ها، و این از ویژگی های کشورهایی که صنعت توریست خیلی براشون مورد اهمیت قرار داره. هنگ کنگ سر تا سرش انگلیسی و زبان چینی است و
عموم مردم زبان انگلیسی متوجه میشن ولی خیلی سخت صحبت میکنن. اونایی که میتونن صحبت میکنن خیلی خوب صحبت میکنن، اونایی که نمیتونن خیلی سخت. ولی خب خوشبختانه همه چیز انگلیسی هست و مردم انگلیسی رو خوب متوجه میشن. خب من دیگه خیلی زیاده روی نکنم، وقتتون رو خیلی نگیرم. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. احتمالا یه مقدار این ویدیو طولانی میشونم به خاطر این بود که من سعی دوستشم که تمام قسمت‌های مختلف رو در طول این سفر دریایی برای شما به تصویر بکشم. ممنون از نگاهتون، با ویدیوهای بعدی من همراه باشید. مرسی.